به نام خدا، من محسن اسلامزاده هستم. با مستند پاییز 50 سالگی در 16مین دوره جشنواره سینما حقیقت شرکت کردم. مستند پاییز 50 سالگی روایتی متفاوت از حاج قاسم سلیمانیه، روایتی که میتونم بگم توسط یکی از یاران شهید سلیمانی انجام شده و اون کسی که روایت فیلمو به عهده داره اون هم امروز بین ما نیست و ما در حقیقت با یک روایت اول شخص کسی روبرو هستیم تو این مستند که حضور نداره، ولی برداشت ها و تجربیات قهرمان فیلم ما رو برای ما بازگو میکنه. این شخصیت از دوره دفاع مقدس با حاج قاسم بوده تا حالا لو بدم فیلممو تا در سکانس آخر با دست حاج قاسم گذاشته میشه تو قبر و این رفت و برگشت هایی که با حاج قاسم بوده، این ارتباطی که با حاج قاسم داشته تو حل مسائل خصوصا شرق کشور، جنوب شرق کشور، دستمایه درام شده برای من و به روایت محمد جمالی یا شهید جمالی حاج قاسم رو میبینیم و پیچیدگی های منطقه رو هم تو فیلم هم سعی کردم بیارم. آرشیو خیلی خوب خدا رو شکر تونستیم پیدا کنیم با همکاری دوستان و مصاحبه های خوبی به نظر خودم در نقاط مختلف استان کرمان با شخصیت های متفاوت گرفتیم. بهادرخان رو پیدا کردیم در انبرآباد که از اشرار و قاچاقچی های معروف منطقه بوده، حکم اعدام داشته، ولی امروز نخلستان بزرگی داره که 1000 تا نخل اونجاست و برای خودش بروبیایی داره. سعی کردم با شخصیت های مختلف و راوی متفاوت که گفتار متنمون به زبان کرمانی و لحجه شیرین کرمانی هست، ببخشید به لحجه کرمانی چون ببخشید به تفهم نشه، خلاقیت هایی تا جایی که امکانش بوده توی کار داشته باشه. مستند قبلی چی؟ مستند سال قبلی. آره. اگر مرتبط هستم با هم دیگه این ایده از کجا اومده؟ ببینید من خب مستندساز دنبال تجربه است، تجربه جدید. عراق، افغانستان، لیبی، چین، نمیدونم کردستان، موضوعات مختلف. من سال گذشته مستند اجتماعی بود. در حقیقت من سال گذشته دو تا مستند تولید کردم. یکی مستند اجتماعی که تو جشنواره هم حضور داشت با عنوان هیچ کس منتظرت نیست و بعد از اون مستند پاییز 50 سالگی که درباره حاج قاسمه و میتونم بگم خدمتتون که اون بعد از جشنواره آماده شد و گذاشتم برای امسال. خب فضاهاش با هم مختلفه ولی باز هم نشأت گرفته از همون کنجکاوی مستندسازی و جستجوگری مستندسازی تولید شده و خب من خیلی تو سیستان بلوچستان بودم، تو شرق کشور، تا پاکستان و افغانستان هم بارها رفتم. اگر من باید مستندی از حاج قاسم می ساختم که الان خیلی از فیلمسازا دوست دارم، قطعا باید می رفتم سراغ همین موضوع، یعنی جنوب شرق. منطقه رو می شناسم، بالاخره مسائلش رو می دونم. ما تاریخ گمشده ای از انقلاب اسلامی بعد از پیروزی انقلاب در جنوب شرق داریم تا اواسط دهه 70، از افرادی مثل حاج قاسم که خب بارها و بارها فیلم ساختم ازشون، ولی نقطه عطفش حاج قاسمه که خدا رو شکر تونستم درباره ایشون هم مستند بسازم. اکران اول ما امروز روز دوم جشنواره روز دوشنبه بود، یکی دو ساعت قبل، که خدا رو شکر با استقبال خیلی خوب مخاطبین مواجه شد و سالن پر شد الحمدلله. اکران بعدیمون روز پنجشنبه هست،
ساعت 14 سالن 6 که امید دارم که اونجا هم مخاطبین بیان، چون رونمایی فیلم هم در حقیقت روز پنجشنبه هست و بعدش میریم استان کرمان براش رونمایی میگیریم، بعد یکی دو تا جشنواره دیگه شرکت میکنیم و نهایتا اواسط دی ماه فیلم انشالله از شبکه یک سینما پخش میشه. سوژه بعدی الان تو مونتاژ وقایع با سیستان بلوچستان در حوادث اخیره که داریم به سرعت مونتاژش میکنیم، چون اعتقاد دارم مستندساز باید تو این روزها وارد بشه، یک روایت دست به روایت بزنه نه به قضاوت، و حوادثی که پیش اومده رو روایت صادقانه ای داشته باشه، تجربه‌ای که کسب میکنه رو برای مخاطب بیاره. مستند من انشالله در حال تدوینه، امیدوارم که به پخش هم برسه.